وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که ساز و برگ‌های نظامی این کشور به ارزش 7 میلیارد دلار در افغانستان باقی مانده. CNN در گزارش به نقل از گزارش پنتاگون نگاشته که این ساز و برگ‌ها در جریان 16 سال گذشته به افغانستان انتقال یافته. از سوی هم امارت اسلامی میگوید که از این ساز و برگ‌های نظامی برای دفاع از افغانستان کار گرفته خواهد شد. CNN در گزارش نگاشته است که ایالات متحده سال 2005 الی آگست 2021 میلادی به ارزش 18.6 میلیارد دلار ساز و برگ‌های نظامی را به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک کرده است که از این میان پس از بیرون شدن آمریکا از افغانستان در ماه آگست سال پار به ارزش 7.12 میلیارد دلار ساز و برگ‌های نظامی در این کشور برجا ماندند. 78 فروند طیاره به ارزش 923.3 میلیون دلار، 40,000 وسایت نقلیه نظامی به شمول 12,000 هاموه، بیش از 300,000 جنگ افزار، مهمات ویژه کمتر از 1,537,000 با ارزش 48 میلیون دلار و دوربین های شبین، سیستم بایومتریک و وسایل ماین پاکی پس از خروج آمریکا در افغانستان باقی مانده اند. در این گزارش همچنان آمده است که ایالات متحده تصمیم ندارد تا از بحر نابودی و یا هم بازپسگیری این ساز و برگ ها دوباره به افغانستان بیاید. 7.5 میلیارد دلار وسایت نظامی که در افغانستان مانده، این قیمت ازی است که اگر نو خریده شود، قیمت فابریکه، قیمت فروش، او وسایت که هموی و وسایل مخابرات باشه، امروز اگر کسی کلش از افغانستان جمع کنه از چند صد میلیون دلار بالاتر نیست. اسای هم امارات اسلامی میگوید که این ساز و برگ‌های نظامی برای دفاع از افغانستان کار گرفته خواهد شد. به خاطر کشتن مردم افغانستان به این انتقال یافته بود ولی ملکیت افغانستان شده. از این به بعد از مو تجهیزات و اسلحه به خاطر دفاع افغانستان استفاده میشه. تمامشان دیپو شده، محفوظ هستند. ایالات متحده با متحدانش در 7 اکتبر سال 2001 میلادی به افغانستان هجوم آوردند. این کشور با متحدانش نزدیک به 2 دهه در افغانستان حضور داشتند و پس از آن در پی امضای توافقنامه 2020 دوحه در فرجام در 30 آگست سال 2021 میلادی افغانستان را ترک کردند و با ماموریت نظامیشان در این کشور پایان بخشیدند. آقای مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله با ما هستند تا روی همین مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای یارمند، خیلی خوش آمدین به برنامه. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که ساز و برگ‌های نظامی کشور به ارزش 7 میلیارد دلار در افغانستان باقی مانده. ارزیابیتان از این گفته ها چی است؟ درود بر شما. خب در چوکات یک قرارداد صورت گرفته که در فیز اول، فیز دو، فیز سه، فیز چهار این رقم در هر مرحله اکمالات صورت گرفته، اما در مقابل از این منافع خود ایالات متحده امریکا در منطقه وجود داشته که چنین یک کار را انجام داده و این سلاح ها که از ابتدای آمدن ایالات متحده امریکا تدریجی بر جانب افغانی داده شده. البته امو دفعات اول دو سه و چاری از این استعلاق شده باشه فعلا و متواقی از این به حفظ مراقبت ضرورت داره که باید این حفظ مراقبت شوه، باید قید و ثبت شوه، باید در دیپوها وجود داشته باشه، باید این در اختیار افراد و اشخاص بدون تشکیل داده نشوه. تحفظی از این یک امر ضروری است که شامل دارایی افغانستان است، به خاطر از اینکه در برابر این سلاح ها خون هزارها هزار قهرمانای اردو، پلیس و امنیت ملی افغانستان ریخته و همچنان تعداد زیادی از ملت که افغانستان متضرر شده و از این سلاح ها باید به صورت درست نگهداری شد. درست. آقای یارمند، نگرانی عمیق امریکا از بحر همین مسئله را وقت مطرح می سازن، نگرانیش از کدام جانب است؟ چی را می خواهی به اثبات برسانه؟ خب اساساً ایالات متحده امریکا در هر کشوری که رفته هر نوع مصرفی که کرده اون رو به سالهای سال بر رخ همون ملت کشیده. حالا اگر اینطور گفته شود که خب ایالات متحده امریکا در چوکات ای آمده بود که سه اصل باید در افغانستان اساس گذاری کنه و با اطمینان بعد از او خارج شود، که اصل اول مبارزه با تروریسم بود، اصل دوم ایجاد یک اداره خوب مبتنی بر دموکراسی، اصل سیم مبارزه با مواد مخدر، که هر سه از این نه تنهایی که مبارزه نشد
بلکه کثرت پیدا کرد و او هم در نتیجه مشکلات کلانی که کشورهای ناتو بین خود داشتن، هر کدامی از اینا در رابطه با پدیده تروریسم و نوع نگاه مختلف داشتن، به این ترتیب در دولتداری خوب و به این ترتیب هم در مبارزه با مواد مخدر خودی از جای اختلاف دید داشتن و همچنان دولت افغانستان هم یک پراگندگی دید داشت. اصلا ذهن مبارزه و مجادله علمی و تکنیکی را در قبال حکومتداری نداشتند و یا داشتن به شکل دستوری استفاده می شد. به او خاطر ما بالاخره فساد گسترده شد در نظام و دولت سقوط کرد و این سقوط هم در نتیجه توافق دوحه صورت گرفت و در نتیجه کم اهمیت دادن جانب افغانی از ابتدای مذاکرات دوحه بود و در نهایت امر سبب شد که این سلاح‌ها در مجموع در افغانستان در اختیار طالبان قرار بگیرد. حالا طالبان به مسابقه کسایی که ایره من حیث یک امانت باید در تحفظ ازی و در حفظ مراقبت ازی اقدام بکنن، مشکلی را که من میبینم در رابطه با وسایل، وسایل به ترمیم ضرورت داره، به پرزجات ضرورت داره، به حفظ مراقبت ضرورت داره، همچنان هلیکوپترها و تیاره هایی که هست به حفظ مراقبت ضرورت داره. طوری که دیده میشه افراد طالبا با تیاره و با آنچه که دیده میشه در سوشال میدیا به شکل بسیار مضحکش بازی میکنن که البته ای از لحاظ امنیتی شرایط امنیت خود باید داشته باشه و این عینیات همه در تحفظش در نگهداری از این باید توجه جدی صورت بله بگیره. البته روی چگونگی حفظ و مراقبت این تجهیزات هم خواهیم آمد. ولی آقای یارمند، اما طور که شما در جریان صحبتهایتان گفتین، امریکا با اساس همون سه اصله که میخواست عمل بکنه ناموفق بوده با باور شما، چقدر فکر میکنین به دنبال توجیه کارش از امریکا در افغانستان؟ امریکا در قبال توجیه کردن کار خود هیچ نوع دلایلی نداره الا اینکه جانب افغانی در یک پراگندگی فکری قرار داشتن. اینا به شکل جزیره های قدرت بودن و همچنان امو جزیره های قدرت هم تا جایی که من فکر میکنم ایالات متحده امریکا که تعهد دولتداری خوب داشت همه را میگفت راست میگی و اهداف اصلی خودت به قبال افغانستان پیش میبرد، وگرنه ما میتونستیم که یک دولت خوب ایجاد بکنیم و جزیره قدرت از ابتدا از بین ببریم و حالا افغانستان پیشرفت زیادی میداشت. سیاست فعلی امریکا رو در برابر افغانستان چطور میبینین آقای یارمند؟ خب حالا آقا چند نوع دیدگاه وجود داره. یک نوع ای است که تعدادی از سناتورا به این عقیده هستند که ما در افغانستان اشتباهی بسیار بزرگی کردیم که خارج شدیم، بیرون شدیم و بیرون شدن ما در چوکات یک برنامه نبود، یک زحمت 20 ساله را به هدر دادیم. و تعداد دیگه از یام میگن که ما شرمنده هستیم در برابر مردم افغانستان، که مردم افغانستان در فقر دست و پا میزنند و امریکا بسیار کار خرابی کرد که از افغانستان بیرون شد. و تعدادی هم که آقای بایدن و اینا هستن یا توجیه میکنن که برآمدن ما بسیار کار خوب شد، ما از اونجا برآمدیم. دیدگاه در اونجا مختلف است. بله آقای یارمند، همونطور که گفته شد امارت اسلامی هم از این طرف نسبت به ساز و برگ‌های نظامی که امریکا واکنش داشته، اینا هم سخنان داشتن، گفتن که ما از این ساز و برگ‌هایی که در افغانستان جا مانده برای دفاع از خاک افغانستان استفاده خواهیم کرد. من می‌خوام بپرسم چقدر حکومت سرپرست فعلی در افغانستان را مصمم بر حفظ و مراقبت همین تجهیزات می‌بینه؟ خب تا جایی که من مطالعه دارم امارت اسلامی افغانستان میلانی به طرف از این نداره که ساختار دیگه را غیر از امارت اسلامی قبول بکنه. وقتی که ساختار دیگه را قبول نمی کنه به شکل تکحزبی افغانستان اداره میشه و تکحزبی سبب تفرق و اختلاف میشه و بالاخره در عالم
موجودیت فقر و بیکاری و همچنان روش های نامناسبی که سلوک یک دولت دارد نسبت به رعیت و نسبت به شهروند به شکل درستش نشان نمیده، دچار مشکلات زیادی میشود و همچنان مشکلات اقتصادی که فقر زدایی برنامه خدمات وجود نداره. آهسته آهسته وضعیت به قسمی خواهد شد که وطن به طرف جنگ های داخلی چند جزیره ای خواهد رفت و این بدبختی را باد خواهد آورد. بهتر خواهد بود که امارت اسلامی افغانستان، همین قسمی که در سراسر افغانستان فعلا مسلط است، باید دست بده، میکانیزم های را تعریف بکنه که مخالفین در مجموع احساس مسئولیت بکنند و جایگاه حقوقی خود در نظام افغانستان بدانند. افغانستان به طرف یک قانون اساسی تعدیل شده مدرن برود و بتانیم ما یک نظام حقوقی داشته باشیم که دنیا و همسایه های ما اون نظام حقوقی را میدانند و به ترمینولوژی از او آشنا هستند. حالا ما همه چیز از مجاری امارت تعریف میکنیم. امیرالمومنین فرمان میتر و رئیس الوزراء او را در جلسه شورای وزیرا ابلاغ میکنه و هر کسی در بخش خود تطبیق میکنن. اگر متوجه شده باشیم مثلا اداره امر به معروف و نهی از منکر در کابل یک نوع اجراءات داره، در تخار یک نوع اجراءات داره، در هرات یک نوع اجراءات داره، در قندار یک نوع اجراءات داره. دلیل این است که اینها در مجموع آموزش ندیدند. هر کس اگر اشاعتی است از دیدگاه اشاعتی بودن در رابطه با ولی آقای یارمند فکر میکنین و باور شما چند دستگی که وجود داره چطور ممکن است همین چند دستگی ها که شما فکر میکنین چنین چیزی وجود داره جلوگیری شوه و مدیریت شوه؟ خب حالا این ضرورت به تعلیمات و سمینار داره، ضرورت به تدریس داره. ما چند روز پیش طرزالعملی را دیدیم دیروز که وزارت دفاع ترتیب کرده. وزارت دفاع صلاحیت دادن رتبه جنرالی را ندارد، بنابراین طرزالعمل از طریق وزارت دفاع ترتیب اداره ریاست جمهوری و ریاست الوزراء ترتیب میشه. من حیث یک فرمان او پاس میشه و به تصحیح از او اینا مقرره یا طرز عمل جور میکنن. این روش های غیر تکنیکی، غیر علمی، غیر قانونی که مبنای حقوقی نداره باید به این شکل ترتیب نشود. ما باید اول کسایی که میخواییم اینا را افسر بسازیم باید به مراکز تعلیمی ببریم، از مراکز تعلیمی اینا را ببریم در پوانتونا شامل کنیم، از پوانتونا یا را فارغ بتیم داخل خدمت اینا رشد بکنن، در داخل خدمت کورس بخوانن، آموزش ببینن، پوانتون بخوانن، مطابق به رشته خود اینا وارد شوند. اگر چنین یک کاری را ما نکنیم، ما یک کسی را به اساس از یک مدرسه فارغ شده جنرال بسازیم، به نظر من این همون تکرار است که اشتباهاتی است که در گذشته ها مجاهدین مرتکب شده بودند. درست. آقای یارمند، همطور که شاهد هستین در همی اواخر وزارت دفاع حکومت سرپرست فعلی در افغانستان بارها بر شکلگیری یک اردوی منظم مردم را امیدوار می سازن یا بیان می کنن. شما چطور می بینین به این مسئله؟ اردو در موجودیت قانون ساخته می شود. اردو در عدم قانون، مثلا شما یک قانون را اول می سازین، در او قانون تعدیدات بررسی میشه، تعدیدات داخلی، تعدیدات خارجی، استراتژی و اهداف همسایه ها، استراتژی و اهداف بین‌المللی، در مجموع کلی از این مسائل بررسی میشه. باز با نظر داشت حجم این تهدیدات مشخص میشه که شما چقدر اردو ضرورت دارین، به چه تعداد، چقدر پلیس ضرورت دارین، چقدر استخبارات ضرورت دارین. حالا ما هیچ قانون نداریم و هیچ نوع یک تثبیت احتیاج علمی تکنیکی نداریم که افغانستان به چه قدر اردو ضرورت دارد. ما فعلا به نظر ما وقتی جنگ قطع شدن ما یک قدر اردو چی میکنیم؟ یعنی بسیار بکار باشه 60,000 70,000 نفر برای ما بکار است. به همین ترتیب وقتی که جنگ نداریم ما
پلیس هم باید علمی بسازیم، تکنیکی بسازیم. ما باید افراد و اشخاصی را که اونا در بخش پلیس درس نخواندن اون را وارد شعبات مسلکی و علمی تکنیکی نسازیم. در کنار همین مسائل آقای یارمند، خب شما امکانات نظامی فعلی وزارت دفاع و وزارت داخلی افغانستان را در چه حد میدانید؟ خب امکانات از لحاظ مسائل تسلیحاتی و لوجستیکی چیزها شاید وجود داشته باشه، اما طریق استفاده از امکانات مهم است که چگونه ما میتونیم مثلا مسئله تحفظ مواد اعاشوی را، مسئله حفظ و مراقبت تاسیسات، مسئله تحفظ سلاح و مهمات و دیپوها را مطابق تعلیمات نامه عینیات مشترک اردو تنظیم بکنیم. حالا تعلیمات نامه عینیات مشترک اردو یک چیز تازه است، باید در خصوص این مسئله بالای او تمرکز شود، به دلیلی از اینکه هر چیز باید در چوکات انتظام مربوط به خودش که در تعلیمات نامه عینیات مشترک اردو تعریف شده باید تنظیم باشد، نه اینکه به شکلی که دیده میشه فعلا در جاده ها، در مسیرهای راه، در شهرها سلوکی که از جانب افراد اردو پلیس بنام اردو پلیس هستند صورت میگیره. این سلوک یک سلوک مدنی نیست، یک سلوکی نیست که در قانون تعریف شده باشه. درست آقای یارمند، حضور یا بودن همین مقدار تجهیزاتی که امریکا، وزارت داخل امریکا گفته که به ارزش 7 میلیارد دلار در افغانستان باقی مانده در شرایط فعلی در افغانستان، چه تأثیر میتونه بر ازدیاد همین تجهیزات و تسلیحات در افغانستان کمک بکنه؟ ازدیاد پیدا نمیکنه، چیزی که از او باقی مانده. اونا کدام تعهد دیگه ندارن که برای ما سلاح بدن و اصلا افغانستان به سلاح ضرورت ندارد. بهترین چانس برای طالبا امی هست که جنگ در افغانستان ختم شده، با کسایی که میخواهند اشتیای جنگ دارن با اونا گفتگو بکنن، دامنه جنگ از افغانستان باید قطع شود. ما در افغانستان باید شاهد جنگ نباشیم، باید ما قانون بسازیم، در چوکات قانون خود تعریف کنیم و چوکات امارت خود بیرون بکشیم. ما روش هایی را که اندونزیا را و مثلا مالیزیا را بر کشورهای اسلامی هستند که در اونجا ای گورنمنت یا حکومت حکومتداری الکترونیکی دارن، امارات متحده به شکل، کشور ایران، کشور پاکستان، سایر کشورها، ما اگر روش های مدرن امروزه را تحت شعاع روش های 1300 سال پیش بسازیم که یقینا ما دین ما اسلام است، مردم افغانستان مسلمان هستند، پیش از طالبان مسلمان بودند، بعد از اینکه طالبان از بین بروند مسلمان خواهد ماندند، هر کسی که در این وطن در افغانستان بیاید، اگر از کشور کفری باشه مردم افغانستان نماز خدا میخوانند مسلمان هستند، دین یجا را کسی گرفته نمیتونه و کدام نواوری هم در دین آورده نمیشه. تشکر. بنابراین بهتر ای است که ما قوانین مدرنی که افغانستان را به طرف پیشرفت ببره قوانین را باید بسازیم. بسیار زیاد تشکر آقای مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله.